با سلام و درود خدمت هممیهنان گرامی در هر کجای ایران و جهان که هستند و با درودهای ویژه مخصوصا به زحمتکشان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، مالباختگان و زنان و دختران ایران زمین که در صف اول مبارزه دادخواهانه، آزادی خواهانه و از همه مهمتر زندگی گرایانه در آمدند. همانطوری که هموطنان گرامی خودشون در گیرودار این وضعیت سخت زندگی هستند، کار به جایی رسیده است که متاسفانه مردم از تهیه آجیل شب عید و میوه و دیگر امکانات و سروسات عید و چهارشنبه سوری باز ماندند و آرزوی آجیل مشکل گشا برای چهارشنبه سوری هم برای فرزندان اونها شده است یک داستان عجیب و غریبی. کشوری که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان هست، چرا بایستی در این شرایط دشوار به سر ببره و چرا مردمش باید این همه سختی بکشن در مقابل دزدان و غارتگران حکومتی میلیاردها میلیارد پول رو از کشور خارج بکنند و به بانک‌های کشورهای مختلف ببرند. همین هفته گذشته هم که فریاد وامصیبت‌ها در قضیه پتروشیمی و فروش میلیاردها میلیارد محصولات پتروشیمی در سطح بین‌المللی توسط یکی از سردمداران اتاق بازرگانی که بی سر و صدا پشت صحنه کار خودش رو پیش می‌بره، خاموشی و خاندان او و رفیق دوست ها که کل پتروشیمی ایران در دستشون هست و به نام افراد فرعی دیگری که اونها رو تبدیل میکنن به خودکارهای معاملاتی غیرقانونی خودشون و رقم بالای 6 میلیارد و 600 میلیون یورو اختلاس از او توش اومده بیرون و این تازه نوک کوه یخی است. زیر آب چه خبر هست و چقدر سرمایه های ملی ما داره اینطور برباد میره، خود مردم میتونن دربارش قضاوت کنن. هر کسی در هر جایی که داره زندگی میکنه میاد به تظاهرات، میاد به اعتراض، میاد به ایستادگی، چرا که از حقوق خودش محروم شده. ماها کارگرا کار میکنن حقوقشون رو نمیدن، کارگرای شهرداری مثلا در اهواز، در آبادان، در شهرهای مختلف، کارگران شرکت واحد که به خاطر مسئله مسکن و کمبود حقوقشون همین هفته گذشته به جلوی وزارت کار آمدند و فریاد زدند، معلمان و فرهنگیان که کماکان اعتراضها رو به شکلهای مختلف نشون میدن و خواهان آزادی همکاران زندانی خودشون مثل اسماعیل عبدی، آقای بهشتی لنگرودی، آقای محمد حبیبی و از همه مهمتر آقای ارژنگ داوودی که واقعا آدم بغض میکنه یادش میفته، 14 سال است که این دلاور در زندانهای جمهوری اسلامی است و الان هم که به شکل تبعید در زندانهای زاهدان و زابل در منطقه سیستان و بلوچستان. و این دادخواهی ها به جایی رسیده که حالا این هفته از سوی بخش بزرگی از جوانان وطن در مقابل بیداد حکومتگران پیشنهاد کمپین زندگی میخواهیم رو مطرح کردند که ما مردم ایران، ما جوانان، ما دختران و پسران مرگ نمیخواهیم، گریه و زاری نمیخواهیم، روزه نمیخواهیم. یعنی اینها تمام اون چیزهایی است که نظام ولایت فقیه با اونها رشد کرده، با اونها به قول معروف خودش رو تثبیت کرده و به جای اون این جوانان گرامی، این مردم ایران میگویند که ما زندگی میخواهیم، شادی میخواهیم، در مقابل این همه ستم نمیخواهیم ناامید بشیم، پس امید و آزادی و آبادی میخواهیم. و به همین دلیل کمپین زندگی میخواهیم رو با رقص، موسیقی، آواز و ترانه های زیبای ایرانی در تمام مناطق مختلف ایران شروع کردند و از همه مناطق، کردها، لورها، عربها
یاران ما در آذربایجان و گیلان، خراسان و سیستان و بلوچستان با ترانه‌های محلی زیبای نوروزی و در استقبال چهارشنبه سوری به طرف شادمانی رفتند و ویدیویی هم در همین رابطه تهیه کردند که در این ویدیو شرحی می‌دهند که ما زندگی می‌خواهیم چی می‌گوید و این زندگی که این جوانان و این دلاوران که بخشی از جنبش سراسری آزادی خواهانه مردم ایران هستند که هست و این مطالب رو در اون ویدیوهای منتشره خودشون در تلگرام زندگی می‌خواهیم و در اصطلاح صفحه های مربوط به زندگی می‌خواهیم و بسیاری از کانال‌هایی که همسو شدن و همکاری می‌کنند دارن هر روز منتشر می‌کنند. دهنای از رقص و شادی و سرودخوانی زنان شجاع و مردان ایران در متروها، در خیابانها، در پاساژها، در پیاده‌روها، موسیقی پیاده‌رو برای پیادگان، شادمانی برای مردم محروم و فقیر که نمیتونن به کنسرت های بالای 100,000 تومانی برون و این فریاد شادی و آزادی خواهی رو با فریاد دادخواهی و عدالت خواهی توأم کردن. کمپین با همون شعار کارنان آزادی و مطالبات معیشتی که کارگران در جاهای مختلف ایران مطرح کردن شروع شد. از همون جایی که اسماعیل بخشی دلاور در سخنرانی خودش اشاره کرد به مسئله کارنان آزادی و مدیریت شورایی، چرا که مدیریت متمرکز اسلامی همه چیز رو برباد داد، کارخونه ها رو تقریبا ورشکست کرد، بخش اقتصاد تولید ملی و حتی صنایع کشاورزی رو داره منهدم میکنه، چیزی دیگه ازش باقی نمیگذاره و در نتیجه حضور شوراها و نهادهای شورایی مثل سندیکاهای کارگری، مثل شوراهای روستایی و دهخانی که در اوایل به اصطلاح همین سال 57 هم وسیعاً بازگشایی شدند و حرکت می‌کردند، نشون می‌داد که چگونه میشه حتی تولید ملی و ارزش پول ملی رو با تولیدی که مشارکتی هست و در مدیریتش همه کارگران، همه مردم، همه کشاورزان، همه راننده‌ها و سندیکالیست‌هایی که حضور داشتند نقش داشته باشد و جلوی غارتگری، فساد و سرقت از منابع کشور رو بگیرن. به همین دلیل به نظر میرسه که کمپین ما زندگی میخواهیم که برای چهارشنبه سوری و برای روزهای دیگر تا نوروز و شادمانی که در تمام نوروز خواهد بود یک بحث فرهنگی و تقابل رو در روی است با نظام اسلامی، چرا که در این نظام اسلامی که بجز غم و اندوه و گریه و زاری چیزی نمیبینیم، این کمپین آزادی می‌خواهیم، شادی می‌خواهیم، زندگی می‌خواهیم دقیقاً از ابزارهای ایرانگرایی، چهارشنبه سوری، شاهنامه فردوسی و شادمانی‌های جشن نوروز و حاجی فیروز و عمو نوروز و همه امکاناتی که در ایران ذخیره شده طی هزاران سال تا برسه به 13 بدر رو از اون گذشته برسه به آزادی و دادخواهی همه مردم
که به جای غرق شدن در فرهنگی که فقط روزخانی و دینزنی و تو سرزدن و همزنی و چه میدونم گریه و زاری و مصیبت خانی میکنه، به جاش آواز بخوانند، سرود بخوانند، ترانه بخوانند، شادمانی کنند و به سوی کار و تلاش برای ساختن زندگی خودشون و کشور عزیزمون ایران هممون با همدیگه حرکت بکنیم. البته این بخشی از حرکت بزرگتری خواهد بود که تمام شوراهای اتحادگرا، تمام شوراهای هماهنگی، شوراهای مدیریتی، ایرانیارانی که ایران رو میخواهند به اتحاد و همبستگی عمومی و مردمی برسونند در مقابل سیستم حاکم، که همه اینها میخواهند در یک شورای هماهنگی بزرگ به سوی آزادی و به سوی اینکه یک صدای واحدی هست که همه مردم ایران نماینده های خودشون رو با هر فکری که دارند ولی به آزادی و دموکراسی، به حقوق بشر و به رها شدن از چنگ این حکومت ظالم اعتقاد دارند، به همدیگه پیوند بزنه و همه اونها نمایندگان فکری خودشون، آرزوهای خودشون رو در کنار هم در این شورای هماهنگی بزرگ ببینند. چه بسا که این شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی و دموکراتیک ایران بتونه یک آلترناتیوی بشه که توجه همه دولت‌ها، حکومت‌ها، نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل و نهادهای آزادی خواه و آزادی بخش دنیا رو هم به خودش جلب بکنه، با سازماندهی‌هایی که در درون خودش خواهد کرد، کمیسیون‌هایی که خواهد داشت، مسئولیتی که تقسیم خواهد شد و آنکه هر کسی در مسئولیت خودش پاسخگوی بقیه هم باشد. به هر حال این امیدی هست که همه اتحادگرایان، آزادی خواهان دارن بهش دل میبندن، چرا که از داخل ایران ما میبینیم که وقتی مردم معترض الان به میدان اومدن، کارگران فریاد میزنن که کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد. دانشجویان فریاد میزنند کارگر، معلم، بازنشسته، دانشجو، اتحاد، اتحاد. و باز در کنار اونها میبینیم که حتی مال باخته ها شعار اتحاد رو سر میدند و فریاد بازنشسته، مال باخته، کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد، اتحاد. و برای شب چهارشنبه سوری از حالا به دیوارها هشتک زندگی میخواهیم رو ثبت میکنند. در کوچه پس کوچه های بوشهر جشنهای عروسی رو به خیابانها و کوچه ها میرسونند و در کوچه ها شادمانی خودشون رو با همسایه ها و اهل محل تقسیم میکنند. در هر جایی که بتونن زنان و دختران در این شب و روزهایی که بوی نوروز و بهار میاد با رقص و شادی در کنار بقیه هممیهنا حضور پیدا میکنن. در داخل متروها گل به همدیگه میدن، آواز میخونن، خانومایی که درون مترو ترانه میخونن و بقیه رو به رقص و پایکوبی و شادی دعوت میکنن. ترانه های از قدیم که بسیار زیباست، میشه در تلگرام ها اونها رو دید که همه اینها تولید مردم ایران، اتحادگرایان ایران در داخل کشور است و نمیخواهند که ناامیدی بر اونها چیره شود و وظیفه ما هم هست که به این امیدگرایی و به این حرکت مثبت که تهش اتحاد است و رها شدن از ستم حاکم و رسیدن به سیستم آزاد و دموکراتیک همه مردم برای زندگی خودشون، محله خودشون، کارخونه خودشون، اداره خودشون، مدرسه خودشون تصمیم بگیرن. ما مردم میتونیم، چرا که ما زندگی میخواهیم، شادی، کار، موسیقی، امنیت، آزادی، آبادی و رفاه میخواهیم و این حق مردم میران است، حق مسلم ماست. زندگی شایسته حق مسلم ماست. یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا رو داریم
نفت و گاز و معادن دیگرش در جهان زبان زده و میبینیم چطور براش نقشه میکشند، ولی خود ما مردم رو این حکومت حاکم به فقر و مسکنت کشونده. به هر حال حرکت آزادی خواهانه، اتحادگرایانه و از همه بهتر شادی خواهانه و زندگی خواهانه ما مردم هست که راه رو باز میکنه به سوی آزادی و نجات از چنگ حاکمانی که شاید 5% جامعه هم نباشن، ولی ما رو میخواهن با ترس زمینگیر کنن. به همین دلیل کمپین دیگری هم به میدان آمده برای شکستن ترس و یأس، و این شکستن ترس و یأس جز با همبستگی، جز با پیوستگی، جز با حضور همه جانبه ما زنان، مردان، دختران ایران در هر جایی که فریاد دادخواهی، فریاد آزادی خواهی شنیده میشه اونجا حضور پیدا کنیم و دنبال روی صفهایی که حکومت درست میکنه برای آشغالهایی که میخواد به خورد با مردم بده، مثل گوشت یخ زده بود که معلوم نیست توش چی هست، مرغ یخ زده ای که باز معلوم نیست توش چی هست و دیگه مواد غذایی که حکومتگران اصل اونها رو غارت کردند و فرع اونها رو هم معلوم نیست از کجای دنیا یخ زده و گند زده به ما مردم میخواد بدن. ما میتونیم حتی با تغذیه سالم و ارزانتر خودمون به این حیله حکومتی هم نه بگوییم و به دنبال زندگی، به دنبال آزادی حرکت کنیم. چرا که همین کمپین زندگی میخواهیم و همین شورای گذار یا شورای هماهنگی که در حال شکل گرفتن است با تکیه بر همون دادخواهی معیشتی، نان میخواهیم، کار میخواهیم، آزادی میخواهیم، شادی میخواهیم، امنیت میخواهیم. آزادی ما یعنی که کسی در زندگی خصوصی ما، عمومی ما دخالت نکنه و در زندگی خصوصی مردم سرک نکشن، به لباس مردم، به حجاب مردم، به قیافه مردم کسی فضولی نکنه، کار نداشته باشه. به همین دلیل همه اینها در هم گره میخوره. امید این که ما این هفته در چهارشنبه سوری غوغا کنیم و شادی خودمون رو به غوغای ستارگان پیوند بزنیم و از اونجا به نوروز پیوند بخوریم و با دیوار نویسی، شعار نویسی و مقاومت و ایستادگی در هر جایی که کسی به دادخواهی میاد او رو تنها نگذاریم، با رقص و هلهله و پایکوبی و شادی دختران دلاوری که خودشون از سر خودشون روسری برمیدارند رو حمایت کنیم، با رقص و آوازی که هر جای در متروها، ایستگاه‌ها، خیابان‌ها، حتی محل کار شروع می‌شود همراهی کنیم و این شادی رو به عدالت و آزادی پیوند بزنیم. ما راهی غیر از اتحاد و همبستگی نداریم و برای رسیدن به آزادی راهی بجز همکاری و هماهنگی نداریم. چون همیشه با شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی شما عزیزانم رو به هفته پر از پیکار برای آزادی همراه با شادی دعوت میکنم. بدرود.